به نام خدا. دوستان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر، امیدوارم شاد سر حال و تندرست باشه. شما رو خوش آمدید عرض میکنم به برنامه چهارسوخ این هفته شبکه تلویزیونی استقلال. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و از داشته های برنامه استفاده بکنین. در این برنامه رفتیم به سراغ بستن فروشان و شیریخ فروشان شهر هرات و برنامه چهارسوخ این هفته را از این مراکز تهیه کرده و تقدیم شما خوبان بیننده میکنیم. بستنی به احتمال زیاد نوع تحول یافته نوشیدنی های یخ زده است. هزاران سال است که آب یخ زده در آسیا به مصرف خوراکی می رسد. مصرف مواد لبنی یخ زده اولین بار در ادبیات چین باستان دیده شده است که قدمت این منابع به قرن 12 برمی گردد. در قرن 4 قبل از میلاد اسکندر کبیر بر نوشیدنی های یخ زده علاقه فراوانی داشته و در مدارک باستانی نیز دیده شده که در سال 62 قبل از میلاد نورون امپراتور روم گروه های را به کوهستان های آپنین فرستاد تا برایش یخ و برف بیارند. سپس آن را با شربت، پوره میوه یا عسل مخلوط میکرد و میخورد. بازرگانان و ماجراجویان چون مارکوپولو روش تهیه یخ را از خاور دور به اروپا بردن و در سال 1660 کافه پروکوپ توسط یک ایتالیایی به نام کولتلی در پاریس افتتاح شد که در آن انواع یخ طعمدار و خامه یخ زده یا همان بستنی تولید و عرضه می شد. بعد از آن دسرهای یخی راه خود را به آمریکا باز کردند و در سال 1700 میلادی فرماندار مریلند از مهمانان خود با بستنی پذیرایی کرد. بله بینندگان عزیز، در خدمت حاجی صاحب حیدری قرار داریم، اگرچه ایشان کمی مریض حال هم هستن از در تصویر شما میبینین، باز هم در خدمتشان هستیم و با ایشان گفتگو میکنیم. سلام بر شما، وقتتان بخیر. سلام و حال شما خوبه؟ انشالله همیشه در زندگی موفق باشیم، خدا هم شما رو حفظ کنه. که گزارشه حاجی صاحب، معرفی را از زبان خود شما میشنویم. ما حاجی مهدی ولد حاجی عبدالله حیدری، متعلق به هرات، مدت 50 سال و بالای شیریخ میدیم. اما شیریخ ارزش زمانی داره، سابقه ارزش داره، که مقصد از صداقت در کار باشه. اگه صداقت در کار نبود، کار بی ارزش هر کاری مایی باشه، حتی همین کار شما اگه درست انجام ندیم ارزشی نداره. بله، از چند سال گفتین که شما همین کار نمیکنین؟ خودم که خدمت شما عرض کنم 70 سال عمرمونه. پیشتر از این پدر ما دم ارک وقتی که مهمون از کابل می آمده، همین شیریخ به مهمون ها درست می کردم. دم ارک بزرد سر چهارسوخ کرد.
دم ارگ خدمت شما ارگ کنید کابل میمون ها میامده از طرف نادر خان او دیگه باید شیر یخ بود برای ناز شیر یخ میداد دیگه هر میوه که همون وقت بود بگه پذیره این میکرد وظیفی بود از اون حقوق میگرفت باز خود شما به صورت رسمی کار شروع کردین در بازار شعبه زدین درسته؟ بله ها دیگه شورت مفت به دست نمیه بدون صداقت شورت یک چیزی از رسی ماه صداقت ماه چیزی به مردم بدیم که خود شما بخوریم اگه خود شما نخوردیم به مردم دادیم دیگه بدبخت میشیم بیچاره میشیم از سال اول که شما شروع کردین با چقدر سرمایه شروع کردین از امی تعریف بکنه سرمایه دیگه خدمت شما عرض کنم یکی سرمایه نمایه دیگه دیگه دکونه مایه چند هم میز چوکی مایه خدمت شما عرض کنم قدیم که میز چوکی نبود همین صندوق ها چایی که خلاص میشه با زمستان قنیتی بود و تا آبستان اینا چپه میکرده مردم بار نمیشیش دیگه همین سرگذشت مانه خود تان اون زمان شیر یخ جور میکردین یا نه استاد داشتیم آشپز کسی ماهر داشتن اینجا من تقریبا 30 تا شاگرد کارگر داشتیم 30 تا از چرخا گادی قدیمی اون چرخای قدیمی حالا نمیسن اونا دیگه 30 تا هم شاگرد داشتیم اینا هم میبردم شم دخلا خور می آوردم آجی صاحب شما یک عمر در نمی شیر یخ فروشی خلاصه عمرتان تیر شده حالا اینه بس پیری رسیدین چی خاطره جذاب و از این شغلتان داره؟ خاطره جذاب از این خدمت شما عرض کنم که اگه وقتی که خدا رحمت کنه حجی دینو کرباس عرصی بچی از اینا بود این بیامد به دکون گوه من پینجا من شیر یخ ما از 40 من سر شیر داشتیم خلاصه آقا ما گفت وجی نمیشه شوخی داشتم ما گفتم ما درست میکنم دست آقا خوش آوردم گفتم شما ساکت باشه چون آدم اجدین و کربا خدا رحمت کنه آدم تنده بود اما که میگو همیتا باید همیتا میشه خواه همی 40 من اتیار کردیم و بردم محفل از این 104 من هم اضافه من دمی که پولا شمرد گفتم هی سقیق در تفدار اینا 40 من بود آن سه چهار من هم اضافه آمدیم نگه خاطره هم اینه که در زندگی یک چیزی با شما و شما جوانیم هر اوم اگه خورده سیستم های بدن میشاره منتفه شدیم اگه هر اوم خوردیم نگه توقع یا خداوند ندیشته باشیم همه قدر به شما میده که از گشنگی نموریم یا به شما همه قدر میده همه پول شما رو عذاب کش میکنه همه پول عذاب وجدان شما میشه و خانواده شما آتیش مندازه چون پول حرامه پول حرام اگر خدا نکده خیلی سود و سلام خورده نگه خدمت شما عرض کنم به خونه شما آتیش میفته زن بچه شما بیچاره میشه خود شما بیچاره میشه آسایش و آرامش شما از دست میره دیگه نام تجربه کریمانه خوش آوال کسی که در زندگی حرام نخوره حرام که خوردیم خدا هم میگه بنده من من که تو دوست داشتم حالی که حرام خورده دیگه به تو میدونم که نموری دیگه صحبت اینجا تا میتونیم در زندگی حرام نخوریم مهمترین مسئله اینه که حرام نخوریم اگر حرام خوردیم به گفته شما آتش ده خانه میفته زندگی برباد میشه اگر حرام نخوردیم و از حلال جمع کردیم زندگی هم کاروبار هم پیشرفت میکنه دیگه همه چیز پیشرفت میکنه آرامش به خونه میایه بچه ها شما بچه ها مسلمانی میشم نماز میخونم خود مکتب خود درست میرم غم پدر مادر میخورم احترام پدر مادر دارم اگه بچه که حروم ندیم بریو این رقم بچه بار میایه اگه حروم دادیم بریو دیگه از اون گلی هم ندیشته باشیم برای شما روز صد تا دروغ میگه او یک دروغ میگه و پیش مردم افشا میکنه میگم چه دروغ میگه یه کینه بر میداره خوشم میگه سه که روز صد تا دروغ میگم من یک دروغ نفهمیدم گفتم آبروم رو ببردم صحبت خیلی صحبت های اگه شما بشینیم گمان کنم بسه چهار ساعت هم این گزارش شما تهیه نشه همین هست که مریضم دیگه خدا شفا بده آجی صاحب خلاصه
خیلی متوجه خوب باشیم، خیلی متوجه باشیم. اگه متوجه نبودیم دو میبازیم. متوجه شدیم؟ بله. تشکر حاجی صاحب، سلامت باشین، خدا شما رو عمر با عزت بده. خدا من انشاءالله مرگ با عزتی هم بده. من دیگه خسته شدم واقعا. خب خدا هم شما رو حفظ کنه. چی میل داریم با شما بیاره؟ سلامت باشین. تشکر. بینندگان گرامی، در خدمت حاجی صاحب حیدری بودیم و صحبت‌های خیلی جذاب و قشنگ داشتن و به جوانا و به کسب و کارا هم توصیه‌های بسیار ارزشمند کردن. در ادامه با ما باشین. در کل بستنی ها به دو گروه شیری و یخی تقسیم می شوند. در بستنی های یخی از اسانس ها و رنگ های خوراکی و شیرین کننده ها استفاده می شود که انواع میوه‌ای و لواشکی و غیره هم از همین نوع هستند. اما بستنی هایی که از شیر تهیه می شوند خودشان باز به دو دسته تقسیم می شوند، یکی انواع کارخانه ای و دیگر انواع سنتی که داخل مغازه ها تولید می شود. البته در این بستنی ها از شیر خشک استفاده می شود و عیبی که این بستنی ها دارند مربوط به افسودنی های آنها است، زیرا انواع اسانس های شیمیایی که باعث خوششنگی و خوشبویی بستنی هاست به آنها اضافه می شود. از طرف افزایش نگهدارنده ها در اندازه های زیاد برای سلامت مضر است. اما اگر این بستنی ها حد اکثر دو بار در هفته مصرف شوند، ضرر متوجه سلامت شما نخواهد بود. بستنی هایی که با نام سنتی و با زعفران و خامه درست می شوند، به شرط که واقعا زعفران داشته باشند، خوب هستند. اما بعضی بستنی فروشی ها از گلرنگ استفاده می کنند. گلرنگ نسبتا سمی است و مصرف زیاد آن برای سلامت بدن مضر است. اما زعفران که خود یک ادویه آنتی اکسیدان است، ارزش غذایی هم دارد و برای بدن مفید است. سلام، در شما وقتتان بخیر، خود معرفی بکنید. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون شما. تیمورشاه ساغزی هستم، یک از شهروندان شهر ایران. تشکر آقای ساغزی. مثل که ما در یک برنامه چارسوخ دیگه هم خدمت شما بودیم، امروز خوشبختانه در شیریخ فروشی حاجی صاحب حیدری هم خدمت شما رسیدیم. بله، بر دو برنامه دیگه هم خدمت شما مصاحبه داشتم. من برنامه چارسوخ امروز هم خوشبختانه و داخل شیریخ فروشی آقای حیدری اینجا با هم دیدیم. بله. چطور است لذت شیریخ؟ حالا دیگه شیریخ وطنیه، دیگه شیریخ از اینا با هم بسته شرطه که خدای خوب شیریخ با لذت دارم. بله. همیشه هم میایین در شیریخ فروش شیریخ میخورین یا نه گایگداره؟ حالا اگه دروغ نگم یک چند روز از روزی که هوا گرم شده خدای دوستم کار میکنه، فقط این موقع میایم هر روز اینجا با میایم. حال چه کار میکنین؟ میان شیریخ میخورین؟ والا دیگه چه هوا گرمه، دیگه اگه نخوریم هم نمیشه باز. ها دیگه فصل گرمیه و مردم هم تلاش میکنن دیگه در این فصل از همه استفاده کنن دیگه. از این که هوا سرد شد دیگه خیلی لذت نداره چطور؟ نه دیگه وقتی که هوا سرد شد دیگه باز اینجاگاه دیگه شیریخ نیه، باز همی آب میوه و فنی و شیر و ایتا چیزا باز اینجاگاه هسته. دیگه شیریخ باز قد میشه، زمستون که میشه دیگه. ما خدایم دوستم و آقا صاحب هم کاریم، خدایم دیگه نمی خسته میشین سر کارا که خسته میشه، یعنی باز یک شکر خور میندازم میام اینجا هم دم و راست میشه هم شیریخ میخورم. همین که خسته شدین خودکار یادتان شیریخ میاد؟ واقعا همین دم دکون همین عمال اگه گرم بود شیشته بودین کار میکردیم، من قیچی کاری میکردم آقا صاحب دیدم صدا میکنه که بریم به شیریخ خورده بخور، گرم هم بشده وقت شیریخ هم هست، هفته هم بیاماده کار کردن میشه، من تو بخزین که بریم.
من بیامادیم با اینجگا شیشتیم شیری خورده کار خونیم کار نگذاشتیم نه کار ما دائمیه نیمه کار نیه دیگه از ما ادامه داره کار ما منظور می که اگان کار اونجا سرش کار میکردی نمون نیمه کار خو نمون او خب خلاص نمیشد اگه کارم میکردیم امروز خلاص نمیشد دیگه سبا باز خلاص میشه بخیر زمان شما شیری یخ فروشی آمده باشن مشتری که فرمایش داده باشه آمده که کجا هن گفتن که رفتن شیری یخ خوردن نه اوتا مشتری ما که هر کس که هست فقط تلفون از ما هم کار به تلفون هر کس کار داشته باشه زنگ میزنه برای ما دم دکون کسی نمیه غیر مشتری که دنبال سفارش کار چیزی بیایه دیگه اوتا نمیای به دنبال کار فقط زنگ میزنه از طریق تلفون با هم گپ میزنه آقای سرغزایی از اولین سال یا از اولین مرتبه ای که شیری یخ خوردین قصه کنین چی سالی بود چی زمانی بود یادتان است اولاد ما یک زمان طفل بودم به زمان که همی دروازه قندار هنوز خراب نشده بود زمان انقلاب بود ما قدیم یک برادر دگی ما هست از ما کلونتر خدی از خدا بیامرز پیار ما به میندی دیکون دش علفی خدی از این که می آمدون که می رفتیم پیش پیار ما به دنبال سودای چیزی آدم همی شیخ فروشی دم کوچی پالندوزی همیشه که تیر می شدم می دیدم می گفتم یارب اینجاگاه چیه یک روز به حساب خدا بیا مرزا پیار خوب خانه گرفتون که بابا شیریخ گفت اکسیه ما را از اون خونه ورده شو وقت این باسکیلا چینه ای بود یک برار خودتر من بود بیاود به همون جگاه ما اولین دفعه همون جی شیریخ همه خوردم خدایی دیدم لذت خوب داره دیگه باز همی تا بود بود دیگه باز خود ما کلون شدیم و کار میکردیم همی شیریخ فروشی ایدری با بازار خوشک بود خود اجی صاحب ایدری به بازار خشک بود و وقت جوان بود قچاق بود کار میکرد ما دیگه نغزیک بودیم به هم دیگر ما به مونج دکون دشه دیگه نمیت مثل لاله که میای معنی مو وقت اند یعنی روز یک دفعه پیش از اینو میرفتیم و شیر یخ خورده حالا شما گفتین اولین بار خلاصه به یخن آجاقا افتادن که ما رو شیر یخ بدن بعد از اون که شیر یخ خوردین بعد از او از پیش آجاقا فرار نکردین که رفته باشین شیر یخ بخوره نه او تا دیگه باز نمیشنه چون خورد بودیم فقط هر وقت که میلی میشد میگفتیم خدا بیا مرزای جیغار مر میبردم میبردم همون جیباز شیریخ میدادم پس میگفتم بریم به خونه بریم خونه هم نغزیک بودم اون چی دیگه انا با پس میرفتیم به خونه دیگه وقت ما با مچت خود بودیم میرفتیم مچت سبق میخوندیم وقتی که باز خلاص میشدیم میامادیم میرفتیم پیش جیغار خدا بیا مرز اما روش تهیه بستنی با شیر یخ کمی متفاوت است. در شیر یخ چربی آن بیشتر است و مواد دیگر نیز در آن افزوده می شود. اما روش تهیه شیر یخ به این صورت است که شیر خشک و هل و پسته را مخلوط کرده و روی آن حرارت می دهند تا شیر به جوش بیاید. نشایسته را با یک قاشق غذاخوری با آب مخلوط می کنند و بعد از مخلوط کردن به ظرف اضافه می نمایند. بعد از گذشت مدت زمان مخلوط سخت می شود. آن را از روی حرارت بر می دارند، زعفران و وانیل را اضافه می نمایند. مخلوط را درون قالب بستنی می ریزند و داخل فریزر قرار می دهند. در مورد شیر یخ و خامه هایی که به بستنی های سنتی اضافه می شود اگر پاستوریزه باشد قاعدتا مشکل نخواهد بود اما اگر محل تولید و نحوه نگهداری این مواد بهداشتی نباشد این بستنی ها تبدیل به منبع غنی آلودگی میکروبی می شوند و ممکن است سموم موجود در آن باعث ایجاد مسمومیت همراه با استفراغ دلپیچه سردردهای شدید و تهوع شود پس در انتخابتان دقت کنید همان بستنی هایی که به جای شیر با ماست تهیه شدند در واقع پایه بستنی ماستی تولید با آن استارترهایی که ماست تولید میکنند میافزایند و دیگر مواد لازم برای مخلوط بستنی مانند شکر، چربی، مواد پایدار کننده و طعم دهنده ها را هم به آن اضافه میکنند.
در سالهای اخیر ماست بستنی نیز به گروه بستنی ها اضافه شده است. ماست بستنی جزء گروه لبنیات البته با کمی تغییرات شیمیایی است که خواص بسیار مفید و فراوانی هم دارد. این بستنی علاوه بر این که ترکیب های شیر را دارد، طی فرایند تولید غلیظتر هم شده است و شاید بتوان تنها اشکال آن را کالری بالایش دانست. سلام بر شما، وقتتان بخیر. خودم معرفی بکنه. سلام، تشکر. من اسمم محمد عارف، فرزند عبدالخالق، شغل من به سینسازیه. بله. فامیل شما چی بودن؟ اکبرزاده. آقای اکبرزاده، صحبت بکنین که از چند سال به این طرف اینمی کاروبار بستنی و انتظار دارین. ما مدت 20 سال تقریبا ما به جمهوری اسلامی ایران به همی کسب کار کردیم و سال 72 آمدیم به هرات. مدت 7-8 سال ما به هرات دیگه کسبی داشتیم، چون یک کسب ما برق نبود، رانم افتاد. بعد شروع کردیم به همین شغل خود خو دیگه شروع کردیم به سالایی که برق آمد شون رو به این کار کردیم. حدود 15 سال میشه که ما به همین دکون آمدیم و شروع به همین کار کردیم. بله. روزای اول خودتان بستنی جور میکردین؟ بستنی روزای اول خود ما بستنی درست میکردیم، ولی حالا ماشاءالله 3-4 تا کارگر داریم که اینام کار میکنم. خود ما خود بستنی جور کردن مهارت خاص لازم داره یا سخت است؟ جزئیاتش صحبت بکنین، چقدر کار سختی یا آسانی از اینا صحبت بکنین. والا هر کار سختی خود خود داره دیگه، بی سختی نیه، ولی این کار یک فن به خصوصی هم نداره. کم اغذر که هوش و حواس آدم با کار باشه زود یاد میگیره، مشکل نداره. چند نوع بستنی جور میکنن؟ ما یک نوع بستنی، ما یک نوع ولی به طرزهای مختلف درست میکنیم. بستنی همون سرنگ سنتی ایرانه، به همین جمع همون سرنگ نوع پسته دار داریم، بدون پسته داریم، مغز جوز داره تایو. این انواع متفاوت هست دیگه؟ نمی 3-4 رقم درست میکنه. قیمت ها از چی اندازه تا چی اندازه؟ قیمت ها نونی ساده داریم به 20 روپیه، نونی مغزدار داریم به 30 روپیه، ظرفی ساده داریم به 30 روپیه، ظرفی مغزدار داریم 50 روپیه. دیگه کیلویی هم داریم، نیم کیلو به سنیر میدیم به 90 روپیه، نیم کیلو به سنیر میدیم 120 روپیه، مختلفه دیگه. بریم پس بر بگردیم به روزای اول چطور است آقای اکبرزاده؟ روزایی که شما برای سال بار اول شروع به کار کردین، با چه سرمایه شروع به کار کردین؟ چطور بود؟ ایت امیدوار بودین که کاربارتان رونق بگیره؟ والله سرمایه ما از صفر ما شروع کردیم. سرمایه اولی ما میتونم گفته که حدود 2 لگ افغانی بیشتر نبود. ما همین رفتیم شروع کردیم، 3-4 تا یخچال آوردیم، بعد دستگاه سیفکانی آوردیم. خیلی با مشکلات ما کار کردیم، الحمدلله حال روپا خود ما استادیم. بعد از چند سال تانستین روپای خود استاد شوین و امیدوار شدین کاربارتون رونق میگیره؟ بعد از تقریبا 7-8 سال ما روپا خود خود استاد شدیم، امیدوارم بودیم، امیدوارم هستیم که انشالله همین کار ما پیشرفت بیشتر بکنه. ولی در رابطه با همین برق خیلی مشکل ما 100% مشکل داریم، 99% نه، 100% ما مشکل برق داریم. به برقم کسی به ما رسیدگی نمیکنه. کدام سالها بیشترین خلاصه همه شلوغی کارتان بوده، دوران طلایی کارتان؟ چه سال بیشتر شما درآمد داشتین و مشتری داشتین؟ ما حدود 6-7 سال پیش خیلی دوران خوبی بود. 7 سال پیش اینقدر دوران خوبی بود، کار خوب بود، ولی ما نتونستیم از او فرصت استفاده خوبی بکنیم. استفاده از این نتونستیم که ما فضا دکون ما تنگ بود، نمیتونستیم کار بکنیم، که باز پشت دکون ما خریداری کردیم. حال فضا دکون ما باز شده ولی کار کم شده. از اون فرصت که استفاده نشد باز این محدودیت پیش آمد. آره، این محدودیت پیش آمد. بله، شما گفتن که یک تجربه طولانی در این کار دارین، حتما خاطرات جذابی هم میتونن در این کار داشته باشن. یگان خاطره تلخ، شیرین، مقصد جذاب باشه صحبت بکنین. به خدا ما حدود 20 سال ما به ایران کار کردیم، ولی 20 سال ایام جوانی خور، ایامی که میتونستیم هر کار بکنیم.
ایام جوانی خود ما به جمهوری اسلامی کار کردیم. ولی بهترین فرصت همینه که هر جوانی که ماه کار کنه و هم داخل وطن خود کار کنه. که با وطن همون منافع هم برسه، با وطن خود ما آبادی هم اگه باشه، با وطن خود ما باشه. از مو سودی که ما میبریم یک مقداری هم با وطن خود ما خرج بشه. لاغل او بهترین موقعیته. بله آقای اکبرزاده، حالا خب شما یک عمر تجربه دارین، تجربه خودش پدر علم است. با جوانایی که تازه میخواین یک کار برای خودشان درست کنن چی توصیه هایی دارین؟ حتما گپا و کلمات ارزشمندی دارین که برای اونا بیان کنه. والا توصیه ما به جوانا همینه که تا میتونم از فرصت ها استفاده کنن و بیرون از کشور نرم، از کار خوب داخل همون کاری که میکنم به داخل کشور بگذارن که مردم خود ما سود اینا رو ببرن، بگذارن که دولت خود ما سود اینا رو ببره، که همون منافع که از جوانا ما هسته هم داخل کشور خود ما همینجا خرج شه. ویژگی های یک بستنی خوب، شاید فکر کنید طعم بستنی خوب فقط به سلیقه شما بستگی دارد، اما به عقیده متخصصان یک بستنی خوب باید طعم مناسب نیز داشته باشد و مواد شیرین کننده به نسبت مناسب در آن به کار گرفته باشد. بستنی که خیلی شیرین یا بی‌طعم باشد بستنی مطلوبی به شمار نمی رود. اجزای بستنی هم باید کاملا با یکدیگر مخلوط شده باشند و مخلوط نهایی قوام صاف و یک نواخت داشته باشد. همچنان تمام اجزای تشکیل دهنده یا به نسبت معین نبیش از حد به خوبی با هم مخلوط شده باشند. یک بستنی خوب نباید زیادی سرد یا زیادی گرم باشد. حرارت بستنی باید طوری باشد که وقتی آن را در دهان می‌گذارید بتوانید طعم آن را تشخیص دهید. اگر بستنی زیادی سرد باشد پایانه‌های حس سرما را پیش از حد تحریک کرده و ذائقه به وسیله سرما به حس می‌شود و قضاوت درباره طعم بستنی سخت می‌شود. اگر هم زیادی گرم باشد قاعدتاً ذوب می‌شود و بستنی در کار نخواهد بود. در مورد مواد اولیه یک بستنی میتوان گفت سلامت و بهداشتی بودن مهمترین نکته است. این مواد اولیه نباید به مدت طولانی به روش نادرست در انبار نگهداری شده باشند. مصرف شیر یا خامه ترش شده با کیفیت پایین و کره نگهداری شده و در شرایط نامناسب میتواند از کیفیت بستنی بکاهد. بعضی از کارخانه های بستنی سازی از شیرخوش های نامرغوب یا مانده استفاده میکنند که میتواند از کیفیت محصول نهایی بکاهد. خب سلام بر شما، وقتتان بخیر، خود معرفی بکنه. علیکم سلام، زنده باشین. فراد هستم از کابل، فعلا در هرات آیسکریم فروشی داریم. بله. چند سال میشه که بستنی فروشی یا آیسکریم فروشی و شیریخ فروشی رو انداختین؟ تقریبا دیگه 14-15 سال میشه که با کابل بودین، فعلا 2 سال میشه به هرات آمده. چطور از کابل انتقال دادین به هرات؟ همه تا دیگه قسمت بود دیگه آمدیم هرات. خانه کجا آمدین در هرات؟ خانه کجا آمدیم. باز از بین از اینا آمدین فلکه به کراواد را خلاصه انتخاب کردین؟ دیگه خب یک ماه گشتیم تا که موقعیت صحیح پیدا شد، جای خوبه به دکان با زمین جره انتخاب کردیم. فکر میکنین فلکه به کراواد جای شلوغی یا چرا شهر نو یا قسمت های دیگه شهر که شلوغتر باشه؟ شهر نو دیگه هم هست، چهار فصل هست مثلا، دیگه بالاتر ایداری هست، دیگه واسه اینجا خوبتر هست. اینجا دیدیم که موقعیت خوبتر هست و آیسکریم فروشی هم نبود و وقت دیگه با زمین جره انتخاب کردیم. موقعیت روی فروش تأثیر گذاره؟ تقریبا 100% دیگه. موقعیت که نباشد، موقعیت درست نباشد، جای شلوغ نباشه کارم نمیشه. جایی که شلوغتر باشه اون موقعیت خوبتر است به خاطر دکانداری و کسب کار. بله. آب میوه سراست و شیریخ فروشی چند نوع شیریخ دارین و آب میوه چه چیزایی دارین؟ فعلا تنها آب میوه داریم، امروز آیسکریم تصمیم داریم که شیریخ و شیر پسته و چیزام تیار کنیم دیگه. تصمیم داره. دیگه بخیر سال نو انشالله اکتیار میکنیم. دهی تابستان دیگه از پیشتان رو چطور گرفته نمیتونیم؟ دهی تابستان نشد دیگه، قسمت نبود.
قیمت ها حالا خب بعضیا دلار رمیتو میگن دلار بالا رفته، قیمت های ما بالا رفته. قیمت های خدمات شما چطور است؟ از ما دیگه تقریبا همون قیمت ها فرق نداره. دلار هرچه بالا بره دیگه فرق نمیکنه. نه دیگه، اما شیر است، شیر هر وقت که قیمت شده که باز از ما فرق میکنه. آب میوه ها چطور؟ آب میوه دیگه نظر به فصل سال است. چیزی که فصلش بوده که ارزان تر است، روزی که فصلش نبوده که باز کم قیمت تر میشه. حال فصل چی است؟ حال فعلا دیگه بی ام است، زیاد فروش دارن امروی لیمو، کیله، همین چیز هست. اینا قیمت هایش باز چند است؟ قیمت لیمو 30 روپه است، از کیله و هم 60 روپه. بیشتر مردم آیسکریم میگیرن یا آب میوه میخورن مینوشن؟ فعلا دیگه آیسکریم زیادتر فروش داریم. که سرده دیگه، چه گرم است. نزدیک به زمستان جور کنه. باز هوا سرد، باز دیگه کار ما هم تعطیل میشه دیگه، رخصتی میکنه فعلا. این تو نمیشه که باز به هوای سرد جایگزین بکنی نگان چیزی؟ جایگزینش باز برگر داریم دیگه، ساندویچ داریم دیگه، سوپ تیار میکنیم، همین چیزا رو به جای سوپ آیس کریم جور میکنیم. بس این جایگزین هم برش وجود داره دیگه. آه دیگه رقم نمیشه بیخی بکار باشیم. خودتان خب گفتین که 15 سال کابل کار کردین و این سال 16 هم است که اینجا میاین. چی تجربیاتی؟ تجربیات شما خیلی است. کدام خاطره جالب هست که یکان مشتری آمده باشه، خلاصه چیزی باشه که جذاب باشه برای بیننده و برای خودتان، یک همین تو خاطره قصه میتونین تعریف بکنه؟ فعلا نگه تو چیز بیادم نیسته که از آیسکریم باشه دیگه، فعلا یادم نیست. وقت این به یادتانش نمیاد که اگر مشتری آمده باشه و آیسکریم شما را خوش نکرده باشه و ایگه پا؟ خوش کردن خوش کردن دیگه، بعضی وقتا سر کسی چپه شده ای چیزا بوده. این چپه شدن بگم؟ خب دیگه فعلا درست یادم نیست. خودتان چپه کده باشه ناب میبر روی یکان مشتری؟ او رقم ده کسب کار همین رقم هست دیگه، تا خراب نکن یاد نمیگیری. که روی نفر چپه کده باشن غال مغال کده باشن؟ نه او رقم نشد. خودتان از تجربه خودتان بگین که علاقه مند همی کار بودین که با پیرتان یا با بابایتان پدرتان به اصطلاح مردم قسم متفاوتی که بابا میگه پدر میگه که پیر میگه به اصطلاح آمدین اینجا کار شروع کردین؟ خب دیگه درس خودم خوانده فلان دیگه کسب کار خودم پیش بردیم دیگه، یک کس از پدرم بود اما تمام از دستا پیش بردیم. خودتان چی خواندین؟ اقتصاد خواندیم، فعلا سمستر اول هستم. نه ایراد میخوانین؟ آه ایراد. اقتصاد هم میخوانین و کار هم میکنین، پیش از او را میرین دیگه؟ آه دیگه بیشتر گرچه که توکل به خدا. در کنار درس کارم میشه یا نه؟ یعنی او تو که آدم باید درس به صورت صحیح بخونه و آمادگی کامل داشته باشه، در کنار کار درس میشه یا نه؟ چی درس کار میشه یا نه؟ کارم میشه درس، اگر انسان خودش بخواه، اگر خواستن دوستان از دیگه هر کس هر چی بخواه میتونه بشه. ولی شما شبانه روزی میتونین در کنار کار درستان بخونی یا نه؟ دانشگاه که میرین خود درست، بعد از او که میرین اوخ یک خواندن کار داره، یک آمادگی، یک مطالعه کار داره، میخونین یا نه؟ آه خوب هم میخواین دیگه، تقسیم اوقات ما که هست نصف روز ما میباشم، نصف روز بیادر کلانتر هم میباشه. باز روز که ما وقتی که ما بیکار میباشم درس خودم میخوانیم، باز وظیفه خودم پیش میبریم دیگه.
خب از آن بیننده ای بود برنامه یه چارسوخ این هفته که تقدیم شما از آن خوب بیننده شد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیرم و یک شغل دیگر رو با معرفی میگیرم، وقت بر شما خوش، خدا نگهدارتون.